بررسی چند ده از تاریخ کشور افغانستان نشان می دهد که مظلوم ترین قوم در این کشور هزارها هستند که همواره مورد ظلم و ستم دیگران در دولت‌های های مختلف سیاسی این کشور قرار گرفتند البته بر کسی پنهان نیست که تیره ترین دورانی که هزارها در آن بودند دوران حکومتداری سنی های تنروی طالبان بود اما بعد از سقوط طالبان نیز این شیعیان افغان نسبت به گذشته وضعیت خیلی بهتری را به چشم ندیدند همکار علی اکبری گزارش می‌دهد در چند ماه اخیر عملیات های تروریستی زیادی علیه شیعیان افغانستان به خصوص قومیت هزار رخ داد وقوع این عملیات های تروریستی توسط سنی های تند رو اعتراض و انتقاد بسیاری از کشورها سازمان های بین المللی را به دنبال داشت و آنها خواهان احقاق حقوق این شیعیان مظلوم شدند در همین راستا اتحادیه اروپا خواستار توقف و بررسی کشتار قوم هزاره شد توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفت کشتار هزاره ها باید متوقف و جرائمی که صورت گرفته باید بررسی شود نمایندگی ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان با انتشار توییتی گفت که نیکلسون در دیدار با شماری از دانش آموزان مدرسه سید و شهدای کابل گفته است جنایات صورت گرفته باید بررسی و کشتار هزاره ها متوقف شود در این توییت آمده که برخی میخواهند رویای دانش آموزان مکتب سید و شهدا را متوقف سازند ولی ما با دنبال کردن رویای آنها یاد قربانیان این مکتب را گرامی می کمتر از یک ماه پیش سه انفجار در نزدیکی مدرسه دخترانه سید و شهده علیه السلام رخ داد. در این سه انفجار دست کم 85 نفر به شهادت رسیده و 147 نفر مجروح شدند. قربانیان این اقدام تروریستی که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت از هزاره ها بودند اکثریت قوم هزاره را شیعیان تشکیل می دهند قومیتی مظلوم که توسط سنی های تند رو تنها به دلیل شیعه بودن کشته می شوند هزاره ها که اکثرا در افغانستان ساکن هستند از سوی حکومت این کشور نیز با تبعیض مواجهند و از شرایط برابر اجتماعی برخوردار نیستند.